به نام خدای بزرگ. سلام و درود بر شما عزیزان. خب در ادامه مبحث ارزش انرژی غذایی مثالی داریم. در این مثال فرض شده که یک شخص که وزن 75 کیلوگرم دارد یک غذای معمولی صرف میکند که این غذا مقدار 2500 کیلوکالری را به شکل حرارت از اثر سوختادن اکسیدات شدن در بدن آزاد میسازد. اگر حرارت مخصوصی بدن هم 0.8 کالری بر گرام سانتیگرید فرض شود و حرارت بدن ضایع نشود، یعنی کل حرارتی که از اثر اکسیداز مواد غذایی که صرف میکنه این شخص کلن جذب بدن شد، ما میبینیم که وقتی که 2500 کیلوکالری از یک غذای معمولی جذب میکنه بدن، میخوایم ببینیم که درجه حرارت بدن چقدر بلند میرن. خب ما میگیم که کیو مقدار حرارت، چون گفتیم مقدار حرارت 2500 کیلوکالری به شکل حرارت آزاد میکنه، پس میگیم مقدار حرارت برابر میشه به 2500 کیلوکالری. چون گفته کیلوکالری، پس هر کیلوکالری 1000 کالری بود، پس 2500 ضرب در 1000 میشه که این مقدار میشه. و همچنان حرارت مخصوصه گفتیم برابر شده به 0.8 کالری بر گرم ضرب سانتیگرید. و از طرف دیگر کتله، یعنی وزن شخص برابر بوده 75 کیلوگرم، چون هر کیلوگرمی 1000 گرم، پس 75 ضرب در 1000 میشه 75 گرم. کلن واحدات تبدیل کردیم به سیستم CGS. در اینجا ما چی خواسته؟ دلتا تی. خب دلتا تی چی هست در اینجا؟ دلتا تی تغییرات درجه حرارت بدن شخصی که غذا رو صرف کرده. خب در ادامه اگه یاد شما عزیزان باشه، ما گفتیم وقتی که مقدار حرارت یک جسم میگرفت یا از دست میداد، از این فرمول استفاده میکردیم کیو برابر میشه با سی ضرب ام ضرب در دلتا تی، که در اینجا کیو مقدار حرارت، سی حرارت مخصوصه، ام کتله و دلتا تی هم تغییرات درجه حرارت. در از این فرمول هر یک از این چهار کمیت، یعنی تغییرات درجه حرارت، کتله، حرارت مخصوصه یا مقدار حرارت که نامعلوم باشه، ما میتونیم با استفاده از این فرمول هر یک از این کمیت ها که نامعلوم باشه به دست بیاریم. از آنجایی که در از این مثال از ما فقط دلتا تی، یعنی تغییرات درجه حرارت خواسته، مجهوله و کمیت کتله و حرارت مخصوصه و مقدار حرارت داریم، پس ما مجبوریم دلتا تی رو به دست بیاریم. در از اینجا چین دلتا تی نامعلومه، شما میتونید که قیمت ها رو بگذاریم مستقیم بعد معلوم مجهول کنیم، یا اولا بیایم که فقط دلتا تی پیدا کنیم، چون در حالت ضرب ما میتونیم اطراف تقسیم کنیم بر سی ضرب در این، که فقط اینجا دلتا تی به دست میاد. خب همین کار بکنیم، اگر اطراف تقسیم بیاد سی ضرب این کنیم، این طرف سی ضرب این خلاص میشه، پس دلتا تی برابر میشه با کیو تقسیم بر سی ضرب در این، که اینجا میبینیم همون کار کردیم، دلتا تی برابر شده با کیو تقسیم بر سی ضرب در این، پس در نتیجه دلتا تی برابر میشه قیمت کیو چند بود که بیشتر گفتیم در از این سلاید همه کمیت ها رو بیرون نویس کردیم. خب میم قیمت ها دوباره وزن کنیم، 2500 کیلوکالری بوده و حرارت مخصوصه 0.08 کالری بر گرام ضرب سانتیگرید ضرب در 75 کیلوگرم. نیاز نیست که، چون اینجا هم واحد 1000 داریم و اینجا هم واحد 1000 داریم، هر دو رفع میشه، پس مستقیما میمونه 2500 کالری و 60 کالری بر سانتیگرید. چون اینجا ما وقت گفتیم 75000 گفتیم
هزار با هزار رفع شد، پس کیلوگرم گرم میشه، گرم با گرم حذف میشه. پس ما میگیم اینجا هم کالری با کالری حذف میشه. زمانی که 2500 تقسیم بر 60 کنیم، پس دلتا تی ما برابر شده به 41.6 درجه سانتیگراد، یعنی درجه حرارت بدن به 41.6 درجه سانتیگراد میرسه. درجه حرارت بدن شخصی که یک غذای صرف کرده و 2500 کیلوکالری در بدن حرارت تولید شده، یعنی زمانی که ما مواد غذایی میخوریم در بدن اکسیدات میشه، مقدار حرارت تولید میشه. زمانی شما دیدیم که مقدار حرارت تولید شه، چون در مثال هم اگه یاد شما باشه ما اینجا گفتیم که حرارت بدن ضایع نشود، یعنی حرارت که جذب بدن میشه ضایع نشود، از بدن دور نشه، تلف نشه. شما این زمانی که بدن مقدار حرارت ضایع نکنه، دست نداره، در اثر خوردن مواد غذایی درجه حرارت بدن چی؟ افزایش بالا میره، چون که از مواد غذایی یک مقدار کالری تولید میشه که کالری مقدار حرارت جذب بدن میشه. یعنی هرچند که شما مواد غذایی که صرف میکنه یک شخص اگر کالری بالایی داشته باشه، یعنی مقدار حرارت بیشتر جذب میکنه بدن و درجه حرارت بدن بیشتر بالا میره. خب این بود مبحث ارزش انرژی غذایی در بدن انسان. خب در ادامه همونطور که در مبحث انرژی غذایی ارزش انرژی غذایی گفتیم که ما انتقال حرارت به طریق های هدایت و کنوکشن و یا جریان و تشعشع داشتیم، ما میخوام اینجا مبحث جدیدی بخونیم که چگونه یک جسم به چند طریق و چگونه از بدن یا از دیگر جسمی حرارت به دیگه محیطی انتقال پیدا میکنه. اول انتقال حرارت و علل انتقال حرارت با شما خواهیم داشت که ما میگیم هرگاه یک انجام میله فلزی، اگر ما یک میله فلزی در دست داشته باشیم، خب وقتی که یک انجام میله فلزی حرارت داده شود، طبعا انجام دیگران گرم میشود. به مرور زمان، زمانی که شما یک میله فلزی داشته باشیم، اگر یک سر میله فلزی برای یک منبع حرارتی بگذاریم، طبعا بعد از چند زمان طرف دیگر میله هم داغ میشه، یعنی گرم میاد. به خاطر چی؟ الان در مبحث انتقال حرارت میخوایم که به چی دلیل در قسمت یا انجام دومی میله گرم میشه. و همچنان وقتی که یک ظرف پر از مایع، یعنی آب در نظر بگیریم، حرارت داده شد، بالای یک منبع حرارتی گذاشته شد، ما میبینیم که تمام مایع ظرف گرم میشه، یعنی قسمت تنها نه قسمت تحتانی گرم میشه، کل قسمت ظرف، یعنی آبی که از قسمت تحتانی گرفته تا به سطح همگی گرم میشه. حالا باید در ادامه انشاءالله مفهومی از این که چگونه این کار صورت میگیره با شما خواهیم خواند. با روشن کردن بخاری، وقتی که بخاری یا دیگه مرکز گرمی داخل اتاق روشن میکنیم، میبینیم که بعد چند لحظه هوای کل اتاق گرم میشه. و همچنان انتقال حرارت آفتاب به زمین از طریق فضا صورت میگیرد که چگونه صورت میگیرد و این انتقال به نام چی یاد میشه، گفتیم که انشاءالله در سلاید های بعد. خب برای انجام عملی های فوق، یعنی انجامی که از طریق یک انجام دیگه میله گرم میشد یا به وسیله یک مرکز گرمایی هوا یا اتاق یا خانه گرم میشد و همچنان حرارت آفتاب چگونه به زمین میرسد، از طریق فضا چگونه صورت میگیرد، حتما یک گراندیات حرارتی یک طریقه وجود دارد تا حرارت از یک ناحیه با درجه حرارت بلند به ناحیه با درجه حرارت پایین انتقال کند. حالا ما به جستجو و دنبال دینیم که چگونه این حرارت انتقال پیدا میکنه، یعنی انتقال حرارت از نقاطی که فشار آن بیشتر است به نقاطی که فشار آن کمتر است صورت میگیرد همیشه. و میزان انتقال انرژی حرارتی از جسم گرم به جسم سرد مربوط به اختلاف درجه حرارت بین دو جسم، یعنی این میزانی که چه مقدار حرارت زیاد یا حرارت کم از یک جسم گرم به جسم سرد انتقال پیدا میکنه بستگی به
اختلاف درجه حرارت داره که درجه حرارت بین دو جسم اختلاف زیاد داره، یعنی از هم زیاد تفاوت داره یا کم. و این انتقال انرژی داخلی ممکنه که به طریقه های هدایت باشه، صورت گیرد، کندکشن یا به طریقه کندکشن و جریان یا به طریقه تشعشع صورت گیره. امکان داره که این طریقه هایی که ما گفتیم به یکی از این طریقه صورت گیرد. خب حالا در مبحث اول میایم که انتقال حرارت به طریقه هدایت به صورت عموم، این نکته رو یاد خوب به یادتان بسپارین که به صورت عموم انتقال حرارت به سه طریقه، یکی به طریقه هدایت، دوم به طریقه جریان یا کنوکشن و سوم به طریقه تشعشع. به چند طریقه؟ به سه طریقه. یعنی به صورت عموم انتقال حرارت از یک جسم به جسم دیگر یا از یک محیط به محیط دیگر به سه صورت، به سه طریقه: طریقه هدایت، طریقه جریان و یا کنوکشن و طریقه تشعشع. حالا ما اول میگیم انتقال حرارت به طریقه هدایت. چگونه یک جسم به طریقه هدایت از یک جسم حرارت به جسم دیگر منتقل میشه؟ یا از حالا ما میگیم اگر یک میله میسی ما در نظر بگیریم که از مس ساخته شده باشه، اگر یک انجام میله میسی بالای منبع حرارتی گذاشته شود، بعد از یک مدت زمان انجام دیگر میله نیز گرم می شود، یعنی انجام دومی که در دست شما قرار داره هم گرم میشه، داغ میاد. به چی دلیل؟ زیرا در اثر حرارت مولکول‌های همان انجام میله که بالای منبع حرارتی قرار داره به اهتزاز شروع کرده و انرژی حرارتی از یک مولکول به مولکول مجاور انتقال نموده، باعث گرم شدن تمام میله میشه. یعنی زمانی که ما یک میله در دست داریم و انجام اولی بالای منبع حرارتی قرار دهیم، خب بعد از اثر حرارتی که از منبع به میله به انجام میله میرسد، اولا مولکول هایی که در انجام میله هست، میدونیم که همه اجسام از مولکول ها ساخته شده، انجام اولی که بالای منبع قرار داره از به واسطه حرارت مولکول‌ها رو به اهتزاز در میاره. خب یعنی حرکت مینه. زمانی که به اهتزاز در میاره، هر چند حرارت زیادتر شد و مدت زمان بگذرد، مولکول‌هایی که از انجام میله به اهتزاز در میاره میخوره به مولکول مجاور، یعنی مولکول پهلوها، و دوباره اون مولکول پهلویی هی امیت مجاور به مجاور برهم میخوره و از اثر اهتزازی که مولکول اولی حرارت داره یه مقدار به مولکول مجاور حرارت انتقال میده، به همین طریق الی تا به انجام میلهی که در دست داره. از این سببه که تمام میله به خصوص انجامی که حتی در دست شما قرار داره با گذشت زمان میله داغ میشه و حرارت تولید میکنن. این طریقه ما به نام طریقه هدایت یاد میکنیم. مولکول ها، این یاد شما باش که در طریقه هدایت مولکول ها از جای خود حرکت نمی کند، فقط به واسطه اهتزاز که بر هم می خوره از یک مولکول به مولکول دیگه حرارت انتقال پیدا می کنه تا بالاخره به تمام میله حرارت می رسه و تمام میله گرم می شه. در ادامه میگیم از همین سبب از وقتی که شما میبینید ظرفی که در آشپزخانه بالای منبع حرارتی قرار داده میشه همیشه دارای دستگیرهای غیر فلزی هم. چون غیر فلزات حرارت از خود انتقال نمیده، یعنی هادینی عایق حرارت انتقال نمیده یا که حرارت خیلی کم انتقال میده، یعنی دیرتر مدت زمان خیلی طولانی گرمی آید. از این خاطر از جسم غیر فلزی استفاده میره به خاطر که به طریقه هدایت از خود همون ظرف که در بالای منبع حرارتی قرار داره حرارت به دسته انتقال پیدا نکنه که بتونیم از استفاده کنیم. پس ما میگیم ساده ترین عملی انتقال حرارت به صورت عموم، ساده ترین عملی انتقال حرارت، راحت ترین و ساده ترین که در آن انرژی حرارتی مستقیما از داخل ماده عبور میکند هدایت، و مولکول ها در طریقه هدایت جابجا نمی شود، فقط به واسطه اهتزاز از یک مولکول به مولکول مجاور حرارت انتقال پیدا می کند. ها
خب حالا میان تعریفی که به صورت خلاصه از تعریف انتقال حرارت بگیم، بگیم که در اثر حرکت حرارت به یک نقطه یک جسم، مولکول‌های همان نقطه جسم شروع به اهتزاز کرده. پیشتر هم گفتیم که وقتی که شما یک جسم بالا منبع حرارتی قرار میدیم، اگر قسمت از اونم قرار بدیم، از اثر حرارت که از منبع به جسم میرسه، مولکول‌های همون قسمت جسم که بالای منبع حرارتی قرار داره به اهتزاز در اومده، از اثر اهتزاز مولکول‌هایی که در قسمتی که بالای منبع قرار داره جسم، یک مولکول‌ها به صورت اهتزاز بر هم می‌خوره، از یک مولکول به مولکول مجاور الی آخر تمام جسم، و همین صورت حرارت انتقال پیدا می‌کنه و در نتیجه باعث گرمی تمام میله میشه. همین نوع انتقال ما میگیم که حرارت در اجسام به نام هدایت حرارتی یاد میکنه. یعنی زمانی که شما بخواییم انتقال حرارت طریق هدایت بگیم، همین قسم یا همین تعریف ساده، یعنی این دقیقیات شما هم باشه که مولکول ها از محل خود تغییر میکنه. یعنی همچنان اینجا گفتیم که همچنان انتقال حرارت بدون تغییر محل اتم ها و مولکول ها را در یک جسم هدایت میگن، یعنی بدون از این که مولکول ها از جای خود جابجا شد، حرارت به تمام جسم میرسه. خب در ادامه میگیم که در جامدات حرارت به شکل هدایت انتقال میکند، یعنی تمام اجسامی که به صورت جامده، حرارت به شکل هدایت در از نوع انتقال پیدا می کند و حرارت در اثر تماس از یک مولکول های از مولکول های جسم گرم همیشه به مولکول های جسم سرد انتقال پیدا می کند. زمانی که یا دو جسم یا دو قسمتی از یک جسم در نظر بگیریم، قسمتی که گرمه یعنی حرارت می گیرد یک منبع، مولکول های از حرارت به قسمت های دیگر از او یعنی به قسمت های سردتر از او حرارت انتقال می دهد. انرژی حرکی مولکول های جسم گرم به شکل انرژی حرکی اهتزازی اتم ها و مولکول هاست. چون گفتیم وقتی که منبع حرارتی یک قسمتی جسم حرارت میگیره، مولکول ها به صورت اهتزازی و حرکت حرارت را به صورت اهتزازی انتقال میده. از این خاطر میگیم که انرژی حرکی اهتزازی و انتقال حرارت به طریق هدایت در تمام اجسام یکسان دیه، یعنی تمام اجسام ما نمیتونیم که بگیم به یک صورت یک مقدار حرارت ثابتی یا به یک اندازه مقدار حرارت انتقال میده. مثلا اگر ما نقره آلومینیوم، آهن، سرب و غیره در یک وقت معین به یک اندازه مساوی حرارت را انتقال داده نمیتونه، مثلا در یک مدت زمان معین 10 دقیقه 20 دقیقه یک منبع ثابتی که همگی، مثلا اگر ما نقره را بالا یک منبع آلومینیوم، آهن بالا هر یک بالا یک منبع که یک مقدار حرارت تولید کنه، اینا نمیتونه که یک مقدار حرارت معین به یک اندازه مساوی انتقال ده. یکی شاید مثلا فرضاً شاید نقره نسبت به آلومینیوم، آلومینیوم نسبت به آهن نسبت به سرب، سرب نسبت به دیگه فلز بیشتر انتقال حرارت بده. یعنی به طور عموم ما نمیتونیم که بگیم کلا تمام فلزات به یک صورت میتونه که به یک مقدار معین یا یک مقدار مساوی میتونه انتقال ده، و باید در قسمت بعد میخونیم که چگونه هست. عموما در فلزات حرارت به وسیله هدایت صورت میگیرد. خب در ادامه بگیم هرقدر قابلیت حرارتی یک جسم بیشتر باشه، یعنی قابلیت حرارتی هر جسم که قابلیت حرارتی بیشتر داشته باشه، انتقال حرارت سریعتر در از صورت میگیرد. قابلیت هدایت حرارتی در فلزات بیشتر از مایعات و بیشتر از گازاته. همچنان از خاصیت هدایت حرارتی در ساختن ترموز، یخچال‌ها و غیره وسایل چیاره استفاده به عمل میاد. خب در اینجا این جلسه به پایان میاد. انشالله که کامیاب و سرفراز باشید. خدا نگهدارش.